نکته مهم پیرزن محمود غزنوی چی بود؟ کینه و نفرت چه کاری با دل میکنه؟ ثروت واقعی دولت چیه؟ همه این مطالب رو میتونید تو این ویدیو بشنوید. با ما همراه باشید. خوش اومدید به این ویدیو جدید دیگه. سلام، من عرفان هستم و اینجا پنداموز، و امروز اومدیم باز با سه تا داستان شگفت‌انگیز دیگه و سه تا نکته مهم توی زندگی که میتونیم ازش استفاده کنیم و درس بگیریم. قبل از شروع ویدیو ممنون میشم چنل سابسکرایب کنید و با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت لازم و داشته باشی. بدون معطلی بریم واسه ویدیو. داستان شماره 1، سلطان و پیرزن ستم دیده. در زمان پادشاهی سلطان محمود غزنوی، پیرزنی همراه کاروانی سفر کرده بود و در منطقه‌ای به نام دیرگچین دزدان به کاروان آنها حمله کردند و اموال او را بردند. پیرزن پیش سلطان محمود رفت و شکایت کرد که راهزنان مال او را غارت کردند و از او خواست که مالش را بازستاند یا تاوان آن را دهد. سلطان گفت: دیرگچین کجا باشد؟ پیرزن گفت: ولایت چندان گیر که بدان چه داری و به حق با آن برسیم و نگاه توانی داشت. سلطان متأثر از جواب پیرزن گفت: راست میگویی، و دستور داد تاوان مال او را بدهند. نتیجه: یک مدیر توانا باید تمام ابعاد و اجزای مختلف سازمان خود شناخت کافی داشته باشد. خب با هم شنیدیم پند مهم پیرزنو که چه چیزی به سلطان محمود غزنوی گفت، و فکر میکنم که این داستان تا اونجا که من اطلاع دارم واقعیه و توی تاریخ هست. اگه نظری چیزی دارید راجع به این داستان حتما توی کامنت ها واسمون بنویسید. به نظر من لازمه که ما هر کاری که میخوایم انجام بدیم رو راجبش اطلاعات کامل داشته باشیم. منی که توانایی اداره یه ساختمون 4 طبقه رو دارم، نمیتونم برم یه برج اداره کنم. ما توجه به شرایطی که داخلش هستیم باید تواناییمون رو افزایش بدیم. این داستان اینو رو میخواد به ما بگه، میگه تو اگه توانایی اداره کردن یه برج 100 طبقه رو ندادی، ابی نداره. بیا با یه برج 4 طبقه رو که تواناییشو داری اداره کن. یا اگه اون 100 طبقه رو میخوای اداره کنی، تواناییتو ببر بالا که بتونی حداقل ادارش کنی، اطلاعات کافی راجبش داشته باشی. این داستان اینو میخواد به ما بگه. بریم واسه داستان بعدی. داستان شماره 2، کینه و نفرت رو رها کن. معلم یک مدرسه به بچه های کلاسش گفت میخواهد با آنها بازی کنند. او با آنها گفت که فردا هر کدام یک کیسه پلاستیکی بردارند و در آن به تعداد آدم هایی که از آنها بعدشان میآید سیب زمینی بریزند و با خود به مدرسه بیاورند. فردا بچه ها با کیسه های پلاستیکی به مدرسه آمدند. در کیسه بعضی ها 2 تا 5 عدد سیب زمینی بود. معلم بچه ها گفت تا یک هفته هر کجا که می روید کیسه پلاستیکی را با خود ببرید. روزها به همین ترتیب گذشت و کم کم بچه ها شروع کردن به شکایت از بوی سیب زمینی های گندیده. به علاوه آنهایی که سیب زمینی بیشتری داشتن از حمل اون بار سنگین خسته شده بودند. پس از گذشت یک هفته بازی بالاخره تموم شد و بچه ها راحت شدند. معلم از بچه ها پرسید از اینکه یک هفته سیب زمینی ها رو با خود هم کردید چه احساسی داشتید؟ بچه ها از اینکه مجبور بودن سیب زمینی های بدبو و سنگین رو همه جا به خودشون هم کنن شکایت کردن. آنگاه معلم منظور اصلی خود رو از این بازی این چنین توضیح داد: این درست شبیه وضعیتی است که شما کینه های آدم هایی را که دوستشان ندارید در دل خود نگه می‌دارید و همه جا به خود می‌برید. بوی بد کینه و نفرت قلب شما رو فاسد می‌کند. حالا که شما بوی بد سیب زمینی ها رو فقط برای یه هفته نتوانستی تحمل کنی، پس چطور میخواهید بوی بد نفرت را برای تمام عمر در دل خود تحمل کنید؟ برای اینکه راحتتر و زیباتر زندگی کنید، نفرت و کینه را رها کنید. ببخش و عشق ببرز تا زنده زندگی کنی. برای اینکه با آرامش بیشتری زندگی کنید، برای اینکه حس و حال بهتری داشته باشید، لازمه که کینه ها، نفرت ها، دروغ ها، خشم ها رو از خودمون دور کنیم. و حالا اینکه چطوری میتونیم اینا رو دور کنیم تو این ویدیو نمیگنجه بخوایم راجبش توضیح بدیم. هر کس به هر روشی میتونه عمل کنه. ببخشید به خاطر خودتون، ببخشید، رها کنید، برای اینکه روحتون آروم باشه، برای اینکه قلبتون کثیف نشه. این داستان در واقعیت هم درسته. نگاه کنید، نفرت ها و کینه هایی که ما تو خودمون جمع میکنیم، تو افکارمون جمع میکنیم، رومون تأثیر میذاره، رومون تأثیر منفی میذاره. این خیلی مهمه که سعی کنیم در هر حالت انرژی های منفی رو از خودمون دور کنیم.
ما شما وقتی این نفر کینه نفرت داری مدام داری بهش فکر میکنی و مدام داری کینه و نفرت تولید میکنی و این تو زندگی خودت تاثیر داره بیشتر. پس برای آرامش خودت هم که شده سعی کن ببخشی و رها کنی. بریم واسه ویدیو بعد. داستان شماره 3، ثروت واقعی. زمانی کزروز به کوروش کبیر گفت چرا از غنیمت‌های جنگی چیزی برای خود بر نداشتی و همه رو به سربازانت بخشیدی؟ کوروش گفت اگر غنیمت‌های جنگی را نمی‌بخشیدم الان دارایی من چقدر بود؟ کزروز عددی را با معیار آن زمان گفت. کوروش یکی از سربازانش را صدا زد و گفت برو به مردم بگو کوروش برای امری به مقداری پول و طلا نیاز دارد. سرباز در میان مردم جار زد و سخن کوروش را به گوش آنها رساند. مردم هم هر چی را در توان داشتند برای کوروش فرستادند. وقتی که مالهای گردآوری شده را حساب کردند از آنچه کزروز انتظار داشت بسیار بیشتر بود. کوروش رو به کزروز کرد و گفت ثروت من اینجاست. اگر آنها را پیش خود نگه داشته باشم همیشه باید نگران آمی بودم. زمانی که ثروت فقط در اختیار توست و مردم از آن بی بهره‌اند مثل این میماند که تو نگهبان پولهایی هستی که مبادا کسی آنها را ببرد. که بخوام توضیح بدم وارد بحث‌های سیاسی میشه. ما باید جوری زندگی کنیم که اگه افتادیم دو نفر باشن که دستمون رو بگیرن بلندمون کنن. انقدر خوب باشیم که هر اتفاقی افتاد هر کمکی که لازم داشتیم دو نفر باشن که دستمون رو بگیرن. متأسفانه الان یه جوری شده که دولت‌ها با مردم ناسازگارن. پس چطوری شما میتونید توقع داشته باشین مردم که از شما حمایت کنن؟ خب اصلا بحث سیاسی نیست، این بحث کلیه. هم تو ابعاد کوچیکش هم تو ابعاد بزرگش همینه و باید ما هوای همدیگر رو داشته باشیم. واسه کسی که هوا تو داره باید هواشو داشته باشیم. می‌بینیم یه چیز بدبستونه، یعنی یه جورایی هر کنشی واکنشی داره. بیشتر از این لازمی توضیح بدیم. مشخصه گلدن داستان، مشخصه حرفا، مشخصه. کانال اگه سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن. با لایک کردن این ویدیو و شیرش واسه دوستات از ما حمایت کن و امیدوارم که هر روز بتونید نکات خوبی رو بهتون آموزش بدیم و استفاده کنید از این داستان ها و به دردتون بخوره. هر جایی نکته‌ای نمیدونم پیشنهادی انتقادی بود حتما توی کامنت ها واسمون بنویسید، با جون دل قبول میکنیم. و اینکه تا ویدیوی بعد بدرود.